ایران یک موقعیت جدیدی غیر از حل مسئله هسته‌ای موقعیت جدیدی براش ایجاد شد. ما میدونیم که قبل از این داستان و توافق برجام مسئله به طور مثال مسئله سوریه که ایران در اون نقش خیلی مهم میداشتش و یکی از مناقشات مهم بین المللی هستش، ایران رو در هیچ کدوم از جلسات شرکت نمیداد. بعد از این توافق ایران در واقع به خاطر اینکه تونست با 6 قدرت جهانی از موضع برابر بشینه مذاکره بکنه، یه تاثیر خیلی عمده‌ای هم از نظر وزن ایران در منطقه هم از نظر بین‌المللی داشتش. بلافاصله بعد از این جریان ما می‌بینیم که امریکا ایران رو دعوت می‌کنه به گفتگوهای سوریه. مسئله مهم دیگه ای که پیش اومده الانه و عربستان و اسرائیل از این موضوع خیلی ناراحت هستن اینه که امریکا در موقعیتی قرار گرفته که دیگه نمیتونه الان با ایران برخورد تند بکنه. برخوردهای امریکا با کسایی که با کشورهایی که مخالفش هستن، دوستش نیستن و یا سیاستاش رو پیروی نمیکنن، برخورداش یا از طریق گذاشتن تحریم و یا جنگ به اصطلاح پیش میبره. الان با ایران دیگه تحریم نمیتونه بکنه، برای اینکه خودشون هم میدونن، آقای خامنه ای هم گفته و این حرف هم منطقی هستش که اگر بیان و تحریم بگذارن تمام این برجام و تمام این توافق و این تلاش ها اینا به هم میخوره. یعنی تأثیر کلی این قضیه این شده که ایران الان به یه قدرت منطقه تبدیل شده. یعنی بازگشت ایران به جامعه جهانیه، بازگشت به سر جایگاه از دست رفته خودشه، میشه اینجوری تبقیه کرد؟ اگر خب از دو زاویه باید این نگاه که از نظر سیاسی ایران یک وزن جدیدی همونجور که گفتم پیدا کرده. ایران با این مذاکرات خودش رو به ایمان یه بازیگر منطقی در منطقه نشون دادش و این باعث میشه که توی جریانات بعدی به بازی گرفته بشه. دیگه ایران نادیده گرفته نمیشه. اما نظر اقتصادی، چون بعد از دو بود اینا، نظر اقتصادی همونجوری که آقای علیجانی فرمودن، یک مشکلی که هستش الان بانک‌های اروپایی با ایران کار نمی‌کنن. اینا یا خیلی کم کار می‌کنن. ترس اینها این هستش که بیان با ایران وارد معاملاتی بشن و اون معاملات تهش بخوره به سپاه و شامل جریمه های امریکا بشن. من یه نکته ای رو بگم شاید هم جالب باشه، این چیزی که من شنیدم صحت و سقمش رو 100% نمیدونم، ولی به هر صورت حرف منطقیه. دو ماه پیش آقای کری رفته بودن به انگلستان، میخواستن رؤسای بانک های انگلیس رو قانع بکنن به اینکه با ایران کار بکنن. اونجا یکی این رؤسا با ظاهرا چیزی که من شنیدم بحثی که میکنه با آقای کری اینه که ما با وزارت امور خارجه امریکا که فقط طرف نیستیم. کسایی که ما رو 300 میلیون دلار 400 میلیون دلار جریمه کردن به خاطر کار کردن با شرکتایی که وابسته به سپاه بودن، اف بی آی دنبال ما بوده، قوه قضاییه دنبال ما بوده، اصلا بحث وزارت خزانه‌داری امریکا با ما برخورد کرده، بحث وزارت امور خارجه نبوده. اگه شما یه تعهد کلی میتونین بدین که تمام حکومت امریکا ما رو معاف بکنه از جریمه ما با ایران کار بکنیم، وقت ما که آقای کری هم در جواب میگن مگه ما میتونیم از طرف قوه قضاییه و از طرف همه بیایم تعهد بدیم. این یک مشکلی شده که بازگشت ایران رو از نظر اقتصادی به سیستم بین المللی یه مقدار کند کرده.